رضا پهلوی 27 ژوئن 6 تیر ماه در مصاحبه با تلویزیون i24 نیوز اسرائیل گفت زمان تغییر کامل رژیم ایران فرا رسیده و این چیزی است که اکثریت مردم ایران می‌خواهند. او با اشاره به اینکه هیچ امیدی برای تغییر رفتار یا اصلاح رژیم ایران وجود ندارد تاکید کرد. مردم ایران برای گرفتن قدرت از رژیم نیاز به حمایت جامعه بین‌المللی دارند و من فکر می‌کنم چنان که در ماه‌های اخیر دیدیم ایرانی‌ها در سراسر کشور به پا خواسته‌اند. در بخشی از این مصاحبه از شاهزاده رضا پهلوی پرسشی در مورد احتمال حمله نظامی به ایران پرسیده شد که او مانند همیشه با ابراز مخالفت جدی با جنگ پاسخ داد. آمریکا به جای اقدام نظامی میتواند با افزایش فشارهای بین‌المللی و داخلی به رژیم، خصوصا با حمایت از خیزش مردم داخل ایران به سقوط آن کمک کند. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از دست داشتن جمهوری اسلامی و عوامل آن در خرابکاری‌ها و اقدامات ایذایی علیه نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی منتشر شد. رضا پهلوی میگوید مقابله و جلوگیری از اقدامات مخرب جمهوری اسلامی و پیشگیری از به راه افتادن یک جنگ از راه ترکیب فشارهای خارجی و داخلی و به کار گرفتن ابزاری ممکن می‌شود که باعث سقوط نظام شود. شاهزاده رضا پهلوی میگوید این اقدامات در نهایت منجر به سرنگونی نظام می‌شود بدون اینکه نیاز به گزینه نظامی باشد، وگرنه اگر جلوی خرابکاری‌های رژیم گرفته نشود آن وقت ممکن است گزینه‌های دیگر اجتناب ناپذیر شوند. در این مصاحبه مجری برنامه با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو تنها سیاستمداران غربی هستند که میتوانند در مقابل آیت الله بایستند و ریشه شبه نظامیان مورد حمایت رژیم در منطقه را قطع کنند، نظر رضا پهلوی را جویا شد که او پاسخ داد کاملا واضح است و ترامپ و نتانیاهو بسیار روشن با صدای بلند در این مورد صحبت کرده اند. همه می دانند جمهوری اسلامی برای موجودیت اسرائیل یک خطر اساسی است. آمریکا کاملا آگاه است. اگر روند فعلی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند چه تأثیری در فضای بین المللی خواهد داشت؟ این مسئله نباید فقط نگرانی آمریکا و اسرائیل باشد. او همچنین هشدار داد خیلی از کشورها هستند که باید نسبت به پیامدهای رفتار رژیم و ادامه حمایت جمهوری اسلامی از بی‌ثباتی حساس باشند و بدانند که چه عواقبی خواهد داشت. مجری از رضا پهلوی پرسید رفتار اتحادیه اروپا در حمایت‌های سیاسی و اقتصادی از جمهوری اسلامی را چطور توجیه می‌کنید؟ وی در پاسخ گفت در 40 سال گذشته اروپا در این انتظار واهی مانده که رفتار این رژیم قابل تغییر است. این اصلی‌ترین دلیل است که آنها فکر می‌کنند از طریق دیپلماسی می‌شود جمهوری اسلامی را اصلاح کرد، اما من فکر می‌کنم ایرانی‌ها چیز دیگری می‌خواهند. این رژیم نماینده مردم ایران نیست و مردم ایران را از همه جهان جدا کرده و مانع این شده که زندگی بهتری داشته باشند. جمهوری اسلامی در حمایت و پاسخگویی به مردم شکست خورده است. آنها فقط به ما آسیب نمیزنند، بلکه نهایتاً خودشان هستند که ضربه میخورند. شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسشی در مورد موضع پوتین برای حل بحران منطقه و اینکه آیا انگیزه و ابزار لازم را برای خارج کردن نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه دارد گفت با وجود اینکه داعش عملاً در سوریه شکست خورده و بشار اسد بر اغلب مناطق سوریه کنترل پیدا کرده، ولی فکر نمی‌کنم که پرزیدنت پوتین دیگر نیازی به نیروهای جمهوری اسلامی ندارد، بلکه او از وزنه ایران در مذاکرات بین‌المللی با غربی‌ها استفاده می‌کند. اما واقع بینانه است که به نظر نمی‌رسد در بلند مدت بتواند روی روابط استراتژیک با تهران حساب کند.